بازم سلام. این روزا وجدان ما دیگه طاقت نداره و واقعا باید واقعیت‌های سرزمینمون و دست اونایی که دارن فعالیت میکنن من بگم. من از هیچ کس ترسی ندارم جز خودمم و خدای خودم و واقعا برای اطلاع رسوندن واقعیت ها 24 ساعت نمیگم ولی حداقل 20 ساعت دارم اخبار رو جمع میکنم و چه اوضاعی در ایران میگذره و دنیا میگذره. خلاصه شو برای شما روشن کنیم. شما عزیزان اگر بتونین بفهمین که واقعیت و حقیقت کی داره صحبت میکنه و چی هست در این زمان خیلی مهمه، که میدونم همه تون روشنین و با من در ارتباطی. واقعا خیلی ها زنگ میزنن و به عشق من، به صفای من، به مرام من عشق میدن، صفا میدن، همه جوان سال و واقعا با حقیقت اونایی که اصیل هم یادتون نره. نسلشی که پازرگاه یعنی آریامر و آریایی هیچ موقع نسلش رو از دست نخواهد داد. میگن بود شبیهت ولی من که ندیدم، گذشتم چه ساده به هر کی که رسیدم، قشنگی تو هر چی که تنت بود دلم رو. من دیروز صحبت کردم که معاون رئیس جمهور ظریف که دست به همکاری زده و چک خلافکاری لحاظ سیاست و فروش وطن و ملت ایران رو فدا کرده، خاکش رو فدا کرده به خاطر سیاست های غلامیش و با حزب دموکرات امریکا زد و بندش رو داشته در زمان اوباما. جانی بیکر که ما وزیر خارجه‌اش شهد و پیمانی بست. ولی امروز تو اخبار دیدم ظریف از ترس چی میگم اونجاش ترسیده و استفاده ده. واقعا ننگ بر تو وطن فروش، ننگ بر تو خیانتکار یه مملکت به نام ایران. من شماها رو خوب می‌شناسم. من بچه اون موقع هم. من تحصیل کرده امریکا، شما تو برکلیز تحصیل کردی، من تو سانفرانسیسکو. میدیدم شماها چه خیانتایی دارین میکنین و میفهمیدم شما در چه شرایطی هستین. ولی الان خوشحالم دونه دونه خداوند داره شخصیت شما
و وطن فروشی شما رو دارن نشون میدن. خودت هم چی میگن در کوزت رو داری میبندی و فرار کنی. چرا؟ به خاطر که فرزندان در امریکا گیرن. خودت هر جا باشی گیرن، فرزندانت هم گیرن، فرزندان تمام این افراد دزد و خیانتکار باور کنین گیرن، گیر بد جوری گیرن. ما وطن پرستا از جوان گرفته، دختر و پسر گرفته، ول کنه این برنامه نیستیم. فکر نکنین انقلاب بشه و کسی دیگه بره و کسی دیگه بیاد، ولی ماها برون مرزی ها همه تون رو داریم زیر ذره بین نگاه میکنیم. به خدا اطلاعات خوبی داریم و میدونیم چه سرمایه های اومده، چه سرمایه های نیومده و چیکار کردیم. اینجاست ای وطن پرست، ای ملت شریف پازارگاد به آریایی، ما وطنمونو میخواییم، ما ایرانمونو میخواییم، ما خلیج فارسمونو میخواییم، ما دریای خزرمون رو میخواییم. نذارین ابرقدرت های چپ مملکت ما رو از زیر زمین و روی زمین و دریایی و اینا بقاپن و برن و ملت ما در فقر و بیچاری. اگر نجنبین واقعا واقعا به فنا خواهیم رفت و اصلا ایرانستان که هیچی ایرانی وجود نخواهد داشت. من اینو بهتون بگم. حالا الهه داره برای قدرت نمایی که سر مردم و کلا بذارن دروغ بگن آی ما حمله میکنیم، آی فلان میکنیم. آقا در یک ثانیه همه جای ایران منفجر میشه. چه قدرتی داری که تو خود 10 تا موشک و 100 تا موشک بزنی؟ بابا کوتاه بیاین، ول کنین اون سرزمینو، بذار مردم به حال خودشون باشن، مملکتشون رو درست کنن و بسازن. و این نسلشی که پازارگاد واقعا در خود خاک ایرانه و میدونه چیکار کنه. از این بالاتر چی بگم بهتون؟ واقعا نمیدونم چقدر ما بگیم شاهزاده دریاب دریاب دریاب، دیگه خسته شدیم. اونم حتی محل به حرفای ما نمیذاره، ولی خب خودش باخته است. چیزی که ما میبینیم یه ملت سال هاست داره میگه پهلوی برگرد به ایران و این پهلوی خاموشه. به هر صورت نمیخوام در این باره صحبت کنم، واقعا دلخوریم چون نمیدونیم چی خواهد شد. حتی یه تلفن هم نداریم که به همون راهنمایی کنه در چه شرایطی هستیم. ما راه وطن پرستی خودمون داریم میریم. از یه طرف هم دارم میبینم
عقاب من در جهان در پرواز. و واقعا داره ترنتای دنیا رو میگیره برای پروژه‌ای که به وجود آوردیم به نام المپیک آف موسیک. و حتی در ایران سعی میکنیم عقاب بیاد و بتونیم ترنتای واقعی رو دریابیم و بتونیم دست همکاری بدیم، چون این المپیک آف ده موزیک فقط برای ایرانی ها نیست، اینترنشناله، در 6 قاره دنیا انجام میشه که بتونیم یک المپیک موزیک مانند المپیکی که الان در فرانسه هست برای موزیک به وجود بیاریم. برای المپیک فرانسه داریم میبینیم ایران 12 تا مدال مختلف گرفته، از شمشیر بازی و وزن برداری و کشتی. تبریک میگم به دونه دونه ورزشکارا که واقعا افتخار میآفرینم برای سرزمین ایران. میریم به امید روزای خوب برای ایران عزیزم. منتظر اخبار فردا باشین. چرا باید دیز ظریف استفاده کنیم؟ زنده باد پرچم شیر خورشید من، جاوید باد سرزمینم، زنده باد زن، زندگی، آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی. تا فردا.